آنچه در مذاکرات اتمی ایران و 5+1 در استانبول می‌گذرد. آخرین تحولات در تونس و پیامدهای طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران. امشب در تفسیر خبر از صدای آمریکا. با سلام به شما عزیزان در ایران و هر کجای دیگر جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر نشسته اید. مذاکرات اتمی جمهوری اسلامی و نمایندگان 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل و آلمان از امروز در استانبول آغاز شد. این مذاکرات بر مسئله اتمی ایران که جامعه جهانی را نگران ساخته نقطه پایان خواهد گذاشت، پرسشی است که با میهمانان جمعه شب تفسیر خبر در میان می‌گذاریم. در دیدار میان رهبران چین و آمریکا در ارتباط با ایران چه گذشت؟ دورتر از واشنگتن، تحولات در تونس رو به کدام سو دارد؟ و نیز نگاهی خواهیم داشت بر آخرین پیامدهای آنچه طرح هدفمندی یارانه‌ها در ایران خوانده می شود، همزمان با خالی تر شدن سفره بسیاری از مردم. به گفته کارشناسان اقتصادی، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور نیز خبر از پرونده های فساد اقتصادی تا میزان 500 میلیارد تومان می دهد. آن زودتر حکم 6 سال زندان رسول بوداغی معلم ایرانی را دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تایید کرد. با من و شما هستند. در سفر چند روزهشان به واشنگتن آقای دکتر علیرضا نوری‌زاده، نویسنده، روزنامه‌نگار و مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب، و نیز آقای دکتر محسن سازگارا، پژوهشگر، میهمان در کتابخانه مرکزی پرزیدنت بوش و مدیر مرکز مطالعات ایران معاصر در واشنگتن. تا لحظاتی دیگر. خوش اومدید آقای دکتر نوری‌زاده، آقای سازگارا شما که خوش اومدید. درود بر شما، درود بر دکتر سازگارا عزیزم، حضوراً و همه بینندگان و شنوندگان صدای آمریکا به ویژه در خانه پدری. خب آقای سازگارا چپ چپ به کروات بنده نگاه میکنین، صحبت آقای نوری‌زاده به جای خود هست؟ این نه ایشمال ایشون ما که هنوز صحبت بسیار مهمی با خودشون آوردن. روزنامه نگار ایرانی در خاورمیانه سالا کار کردن، آقای جمال بزرگزاده دوست قدیمی رو با خودشون آوردن، همکار و دوست قدیمی بنده و آقای نوری‌زاده و آقای سازگارا. بله خیلی خوشحالیم، بسیار خوش آمدن همه دوستان هستن. امیدوارم روزی فرصتی هم داشته باشن در برنامه ما باشن آقای بزرگزاده، و این کروات هم هدیه ایشون. نه آقای نوری‌زاده آقای نوری‌زاده عزیز، عرض کنم خدمتتون، آغاز کنیم استانبول، آقای نقطه پایانی میذاره به مسئله؟ به اعتقاد من در واقع پیام هایی که از تهران ارسال شده به استانبول و حرفایی که آقای جلیلی زدن، همه این است که دور این دایره دوباره میچرخن. به نظر میرسد جمهوری اسلامی در واقع با بلایی که به سرش اومد، بلای ویروس، در واقع این دعای دو اومدنه، یعنی جس گرفتن و ادای گذشته رو در آوردن، و الا یک حرف ثابت ما تا حالا از مقامات جمهوری اسلامی نشنیدیم. مرتب میگن ما دست از غنی‌سازی بر نمی‌داریم، به طور طبیعی مجبور به دست کشیدن از غنی‌سازی حداقل در بخشی از سانتریفیوژها شدن، و به گمان من دنیا خیلی آسون‌تر گرفته بر جمهوری اسلامی الان که می‌بینه اوضاعشون چطوره. منتها اینا می‌خوان این تعلیق غنی‌سازی رسما اعلام بشه، و به نظر من تا زمانی که جمهوری اسلامی این کارو نپذیره، این دوره تسلسل باطل ادامه پیدا خواهد کرد. ضمن اینکه فکر میکنم خانم کاترین اشتون آخرین شانسی است که داره به جمهوری اسلامی میده برای یک مذاکرات رویاروی با امتیازاتی که آمادگی داره غرب به ایران بده. بعد به نظر من امتیازات هم برداشته خواهد شد و تحریم ها بیشتر خواهد. اگه قبول نکنه؟ بله، به نظر من اینطور هست. چرا قبول نمیکنه آقای سازگار؟ حالا ببینید، ایران یه شعری گفتن، این مقامات ایرانی تو قافیهش موندن، یعنی انقدر موضوع رو ملی و بزرگ و
سرصدا کردن که براشون عقب نشینی خیلی سخته بخوان این دوتا شرطی که دنیا داره، یکی الحاقیه NPT رو امضا کنه که به آقای داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه هم گفته بود بعد تضمینی برای اعتماد سازی باشه که بتونن بازرسای آژانس هر وقت میخوان برن ببینن هر جا هر زمان، دوم هم این که غنی سازی رو متوقف کنه که نشون بده. به هر حال مذاکرات استانبول به نظر من در شرایطی شروع شده که همونجوری که دکتر نوری‌زاده گفتن یه گزارش مفصل نیویورک تایمز داده بود که من تصورم این است که خود آمریکایی‌ها اطلاعاتشو درز داده بودن به نیویورک تایمز، بی خجالت مطرح کرده بودن که این ویروس استاکسنت کار مشترک امریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها، آلمان‌ها، شرکت زیمنس این بردای کنترل به سبرم کنترلی رو در آیداهای امریکا داده، گزارش مفصل داده و حتی انگلیسی. ولی رسما امریکا تایید نکرد. نه ولی به نظر من حرفایی که خانم کلینتون زد که از کار افتاده دستگاهاشون و این چیزا، به هر حال میدونید که دیلی تلگراف نوشت، خیلی روزنامه‌های دیگه هم نوشتن که نگرانند که نیروگاه بوشهر با توجه به اینکه ابعاد این ویروس استاکسنست که سیستم‌های کنترلی رو از کار میندازه شناخته شده نیست. کارشناس‌های روسی به کرملین گفتن که عجله نباید کرد انداخت برای اینکه ممکنه چرنوبیل بشه و اگر تازه نیروگاه بوشهر که قرار در بهمن راه بیفته. بنابراین به نظر من از این موضع ایران یه مقداری در موضع ضعیفتری، کاملا در موضع ضعیفتری رفته سر میز مذاکره. حرفی هم که زده ایران این است که میگه من حاضرم برگردم به اون گروه وین، آمریکا، فرانسه، روسیه، مبادله سوخت رو بکنم، اما دنیا داره بهش میگه به جای 1200 کیلو که قبلا قرار بود بدی 120 کیلو 40% غنی شده بگیری، این دفعه بعد 2100 کیلو قرانی. یعنی پیش بینی اینه که به جای نخواهد رسید استان. تصور ما اینه. خب آقای نوزه صحبت آمریکا واشنگتن شد، گفتین امتیازاتی هم دادند. خب اومدن رفتن مسئولان خیلی از دولت‌ها مشکلی نبوده به واشنگتن، خیلی میان اینجا. الان همزمان ما یه خبر داشتیم که آقای قالیباف رو نذاشتن بیاد واشنگتن. خبرش هم از خبرگزاری فارس دادم. بله، دلایل عمده‌ای داره. یکی شخصیت خود آقای قالیبافه. علی‌رغم اینکه آقای قالیباف یه سردار سپاه بوده، اما به علت اینکه ایشون خلبان بود و از ابتدا نگاه متفاوتی داشت در انتخابات ریاست جمهوری هم که شرکت کرد، سعی کرد با ظاهر متفاوتی باشه و اون جمله معروف که من رضاخان اسلامی خواهم بود، این جمله که راهشو در واقع خراب کرد، اینم در ذهنها مونده. در دوران تصدی شهرداری در تهران، باز ادامه دهنده راه آقای ملک مدنی و کرباسچی شد و بنابراین کارهای مهمی هم در سطح شهر کرده. این است که گویی که روابط نزدیکی با رهبر داره، هیچگاه نشون نداده مخالف رهبر باشه، ولی دیدیم در انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم آقای قالیباف موضع حادی علیه اصلاح طلبان نگیره، تلاش کرد اون روابطش رو با آقای رفسنجانی حفظ بکنه. دیدیم که دولت احمدی نژاد بدترین فشارها رو بر شهرداری آورد، حتی پول مترو رو که نمیدن به خاطر اینکه آقای محسن هاشمی رئیس مترو هست، در واقع یک نوع کنایت زدن به شهرداره. حالا که جلوش رو گرفتن به خاطر این است که بگویند ما اعتمادی به شهردار نداریم که به امریکا بره. یعنی من توهینه. میگن شهردار اگه بره امریکا ممکنه شیطونی بکنه، ممکنه با کسایی در اونجا ملاقات بکنه. این حرف پشت پرده شونه. آقای قالیباف اگر بیاد آمریکا بدون اجازه رهبر با هیچ کس ملاقات نخواهد کرد. ایشون ما یه بار پرواز میکنه به فرانسه یا آلمان برای اینکه لایسنس خلبانیشو نگه داره. پس اعتماد دارن که مرتب به خارج میره، ولی اینجا دولت جلوشو گرفته، یعنی احمدی نژاد. یک نوع رقابتی که اینا با هم دارن و احمدی نژاد میدونه اگر انتخاباتی انجام بشود در دوره آینده، اگر این مسیر ادامه پیدا بکنه، این نظام بر این باوره که انتخاب ریاست جمهوری نصیب یکی از همراهانش بشه مثل آقای رحیم مشایی. این انسان یعنی قالیباف شاخ بزرگی است. یعنی این که ببینید رابطه با آمریکا رو واقعا نظامی در ایران هست که از بن و بیخ نمیخواد، میگه اگه سرم بره من رابطه نمیخوام، یا نه اونطور که آقای نورزاده شرکت و کسان دیگه مفسرین دیگه در همین آمریکا و جای دیگه گفتن، اینه که این جناح میگه نه اون یکی نره رابطه بسازه.
بله من ساله. باید بشم. یعنی سی سال این داستان هست دیگه، هر یعنی همه میخوان ولی مثلا بله هر کی هم بخواد بره نزدیک چنین رابطه رو درست کنه اون یکی جناح میزنه پدرش در میره. الان ببینید این روزا با تحریمای بین المللی که علیه سپاه انجام شد فشار رو سپاه رفته بالا، اون بخش اقتصادیش، اون بخش کاسبش، اونا دارن به دولت احمد نژاد فشار بیارن چون پولشون در خطر افتاده که برو دوستی کن. پس همینم اینور اونور میگن که میخوایم بریم بسازیم اینا. اما من پیشا پیش خدمت شما میگم این آقایون سپاهیان فشار بیارن فایده نداره، احمد نژاد هم بخواد اون یکی جناهای دیگه میزنن چشمشو در میارن، نمیذارن هم این بشه و به جایی هم نخواد. این هم من فقط اشاره کنم، آقای خامنه‌ای یه فوبیای ضد آمریکایی داره. اتفاقا دیدم رحیم مشایی در اظهاراتی که در دفاع از نظرش نسبت به موسیقی کرده بود گفته بود مقام معظم رهبری یه بار گفتن میدونین که من چقدر با غرب دشمنم و بدم، همه میدونن این نظرات من از دیرباز بوده، ولی در مورد موسیقی از غرب خیلی خوشم میاد. حالا قرارم اینه که راک میوزیک نه خیر، ایشون مثلا موسیقی کلاسیک و موسیقی مارش جنگی رو میگن، مارش جنگی که میگفتن آقای خمینی هم خیلی دوست داره. البته آقای خامنه‌ای شکست نفسی میفرمان، ایشون خودشون در همه دستگاه ها بلدن بخونن و موسیقی هم بلدن. بله به قول آقای احمد احرار عزیز میگفت ایشون حتما چون دستی هم در دوتار دارن. یه شایعی هم از برنامه بهنام ناطقی ما رو میبینن چون راجع به موسیقی گاهی صحبت نمیدونم درست نیستن شایعه نمیدونم ایشون در گذشته که حتما میدیده در سالهای پیش از رهبری. خب همینجاست ببینین الان مثلا آیه سازگار یکی از طرحهای ملی دیگه کنار اتمی که میگن همین طرح هدفمندی یارانه هاست. بله واقعا یه طرح ملیه، واقعا کمک کرده به مردم ایران سفره پر رونق‌تری یا رو به خالی شدن بیشتر. ببینید داستان هدفمندی یارانه ها داره تأثیرات خودشو میگذاره. از فردا دیگه بنزین 100 تومانی هر کیم سهمیه 60 لیترشو نزده دیگه میشه 400 تومان. گازوئیل رو کامیوندارا صداشون در اومد گفتن 16 تومن و 5000 سابق 1000 لیتر میدیم ولی ستاد سوخت گفته دیگه هم خبری نیست، 150 تومن سهمیه و 150 تومن یک قرونم غیر سهمیه، حالا میگن ممکن برگرد 300 تومن. من دیدم فرض کنید نفت کوره گرون شده، کارخونه آجرسازی قیمت آجرشون شده دو برابر، سیمان 20% افزایش پیدا کرده. همین ضرب اول هنوز تأثیراتش نذاشته، گاز مایع مثلا و به تدریج داره همونجور که پیش بینی میشد کالاهای یارانه‌ای گرون میشه، به تبعش چون سوخت انرژی و حمل و نقل رو تأثیر میگذاره تمام کالاها گرون میشه. مردم الان گزارش هایی که من خودم دارم یه بخشایی خب خوشحال این 300 هزار تومان مثلا 4 نفر خانوار بودن گرفتن، اما قبلین قبضا که بیاد تمام این پولو براشون میبلعه. لذا این داستان یارانه ها آنچنان که همه پیش بینی میکنن یک آوار بزرگی است که دولت در واقع گز نکرده پاره کرده، بی برنامه کاملا دیده میشه، همچنین که یه فشاری میارن مردم میشینه عقب. الان تاکسی ها رو میخوان باز از فردا در واقع نرخ 20% براشون بذارن، 15% تاکسی های خطی، ولی اصلا صرف نمیکنه. تاکسی ها میگن آقا لاقل باید کرایه ما دو برابر بشه. این آشفتگی ها در چند ماه انداخت و جالبه که حکومت چون میداند که یک تورم 60-70% در کمینه، نرخ بیکاری به مراتب بالاتر خواهد رفت و در تونس اتفاقی که افتاد دقیقاً تورم بود و بیکاری شروع کردن مقامات کشور از ترسشون که آقا اونجا اصلا انقلاب اسلامی شده، دروغی که به هیچ وجه صحت نداره، و شروع کردن همشون انقدر میگن که یک دونه شما تازه اون آقای راشد الغنوشی که قراره بره آقای سازگار آقای نوزده به تونس میرسه. یه لحظه سب کنیم این داستان رایانه ها رو تکلیف شروع شد. جالب آقا من اینکه همون درزه داره یارانه بابا گرفتاری شد آقا از این لغتهای من در آورد. نه دیگه برای میره صدیقی دیگه نما جمعه اینا رشته تو یه همچی فضایی چطوری میشه اون وقت هم این همه پرونده فساد باشه که بخشیش آقای پور محمدی اشاره کرد تا 500
چی میگه میلیارد بازی رقم تو زمان. من یه مورد براتون بگم، روزی که آقای احمدی نژاد اومد آقا من با فساد مبارزه میکنم و توی حالا نه تو در این دوره، در دوره قبل، و عده فریب خوردن رفتن دنبالش، عملا مردم دیدن نه تنها با فساد گذشته مبارزه نشود، بلکه حالا یه گروه فاسد دیگری هم اضافه شد، مافیایی که صادق محصولی داره یا آقای معاون اول رئیس جمهوری آقای محمد رضا رحیمی چیز کمتری نیست. من در همین برنامه اشاره کردم، یعنی جریانی که آقایون درست کردن، آقای جهرومی به عنوان رئیس بانک گذاشتنش، بعد او وام بهشون میداد. یه مورد آقای علی لاریجانی هم قبلا بهش اشاره کرده، یه آقایی که مرغداری داشته در ایران، پدرش مرغداری داشته، با کمک آقایون اومده و 240 میلیون دلار وام گرفته از 4 تا بانک. این وامی که آقا گرفته در اورنج کانتی صرف خرید زمین و خانه و غیره شده، هم کالیفرنیا. بله، در دبی صرف خرید آپارتمان و خانه و زمین و شرکت و غیره شده. برای مرغداری نخیر، اسم آقا میگم پسر یه مرغدار بوده خودش و این آقا به خاطر ارتباطی که با این آقایون داشته حدود 60-70 میلیارد رشوه داده. یعنی شما وقتی 240 میلیون دلار میگیری 60-70، بعد حکمی اومده آقای سازگار علیهشون صادر شده. الان میشه گفت برای اینکه حکم صادر شده، آقای به نام سفری حکم صادر شده 11 سال زندان و 170 میلیون دلار برگردونه. 240 میلیون دلار بوده، بعد خودش ناله و نفرین کرد و وکلاش گفتن این بدبخت اینقدرش رو داده، درست کردن 11 سال زندان، 160 میلیون دلار هم برگردونه. یک هفته 11 سال زندان شده 11 ماه. بعد هم گفتن 11 ماه رو در خارج زندان باشه، فقط شبای جمعه بیاد زندان. نه. بعد حالا این آقا الان کجاست؟ در کالیفرنیا داره عشق چه جوری شد شب جمعه بره زندان؟ بله شب جمعه ها میرن زندان الان. اینایی که مالی هستن آقای چالنگی، انسان افسوس برای ملتش میخوره که واقعا شما میبینید آدم هایی حتما به برنامه شما هم ایمیل میکنن، تلفن میکنن، در جاهای دیگه در رادیو فردا آدم میشنوه که تلفن میزنه یک آدمی اشک میریزه که من چه جوری به بچه‌هامو خرج دانشگاهشون تامین کنم، خرج زندگیشونو، و یه آقای 240 میلیارد تومان از ایران برمی‌داریم برای بیرون. و این یه دونه دوتا نیست، آقازاده ها یکی دوتا نیستن. همین پولایی که محمد رضا رحیمی بلند کرده که شما یادتونه چندین نوبت اشاره شد بهش، متاسفانه الیاس نادران میگه که آقای احمدی نژاد نذاشته پرونده درست رحیمی. بله. نظر من آزمون بزرگ جلوی دستگاه قضایی کشور هر ادعایی بکنه از بیخ باطل بر مبارزه با فساد، مگر اینکه نهای رحیمی رو ببرش دادگاه. بله. همین آقای رحیمی تنهاست، صدها دیگه هستن، ولی این یه کیسیست که صبح تا شب شما خبرهای مملکتی که مرور میکنی همه وایسادن که آقا این معاون اول رئیس جمهور تو شرکت بیمه دزدی کرده، حتی صحبت از این چند نفر کشتن تو این پرونده و میلیاردها تومان دزدیدن، متهم ردیف اولم هست، وایسادن اعمال نفوذ میکنن نمیذارن بره ده. اگر این فسادی که سراسر کشور رو گرفته، به نظر من سمبل بیان شده معاون اول رئیس جمهور، معاون اول آقای احمدی نژاد، و ایشون رو در واقع باید ببینیم بالاخره آقای صادق لاریجانی و اینایی که این همه هم ادعا دارن که متاسفانه همش هم بی حاصله و همش هم بی بنیانه، آیا موفق میشن این آدم رو به دست دستگاه قضایی بسپرن؟ چیزی که آقای نادران مجلس گفته علیه من شکایت کردم، حاضرم برم دادگاه برای اینکه فرصتی میشه دادگاه حرف بزنم و بگم که پرونده ایشون چیه. و حالا ده ها نفر خود نادران هم یه زمان متهم بود به فساد نبود. نه ایشون نبوده، آقای رحیمی علیه شکایت کرد. خب همین میرسیم به تونس. ببینید این رو زبان مردم هست بسیاری که همین اصطلاح، بله، که چطور تونس ما نتونستیم، ایران نتونست و زمینه امور هم در تونس فساد بود و و و و فلان، و این فسادی هم که شما اشاره میکنید در مورد ایران چیه قضیه آقای چالنگی؟ اولا من اینجا باید بگم واقعا به عنوان ایرانی باید از اظهارات آقای جوادی آملی ابراز انزجار بکنیم
که ایشون برمیگرده میگه این انقلاب اسلامی بود، بعد به زودی در هند علیه کفار بلند میشن، یعنی میلیون ها هندی رو با اون فرهنگ و تمدن این آقا کافر میخونه و میگه به زودی انقلاب اسلامی. بنده برای بله برای اطلاع ایشون عرض میکنم مسلمانان هند از آزادترین مسلمانان در جهان هستند، چه شیعه چه سنی چه احمدی، همین کشور بغلش پاکستان احمدی ها رو به سلابه میکشن، هر سال هم میبینیم تو عاشورا چند تا شیعه کشته میشن چند تا سنی کشته میشن، ولی در هند همه آزاده. نکته بعدی این که ببینید اشتباهی که خیلی از کارشناسا میکردن در مورد تونس، ماجرا رو با همون شورش سر اون بوزه جوانی که خودشو آتیش زد و فکر میکرد بو عزیز در سیدی بوزه، فکر میکردن همون ماجراست. نه، این ماجرا ریشه دارتر بود. تونس یک کشور پیشرفته است، جامعه مدنی تونس خیلی پیشرفته است، روح حبیب بورقیبه شاد در زمانی که عرب ها اصلا این حرف ها خیانت تلقی میشد، اومد حق طلاق به زنا داد، زنان و مردان برابر در ارث شدن، سن ازدواج 16 سال برای زنا 20 سال، حق کورتاژ به زنا داد و به فلسطینی ها هم گفت 16 سال برای دختر، برای دختر 20 سال برای پسر. بعدم برگشت به فلسطینی ها گفت آقا جان این قرارداد تقسیم رو بپذیرین، 20 سال دیگه دنبال میلیمتر میلیمتر زمینتون پناه هم داد به فلسطینی، پناه هم داد، عرفات هم پذیر و بقید. شما اصلا تو تونس با عرفات مصاحبه؟ بله بله، در تونس بود. بعد خود آقای بن علی وقتی اومد به عنوان اصلاح طلب اومد، این 4-5 سال آخر مافیای برادر زنش و پسرموهاش و اینا جوانا رو خشمگین میکرد. تونسیا به خاطر ارتباط نزدیک با فرانسه با ایتالیا، شما تمام شبکه‌های تلویزیونی اروپایی رو بدون ستلایت دیش میبینید، یعنی اینقدر نزدیکه، مردم هم اغلب 2 یا 3 زبانند. این است که یک جرقه خشم باعث شد جامعه مدنی تونس بیاد وسط. شما روز پنجشنبه و جمعه یعنی 13 و 14 ژانویه دیگه جوونا نبودن، اتحادیه کارگری بود، اتحاد شغل بهش میگن، احزاب بودن، احزاب سوسیالیست بودن. الان هم شما ببینید به چه زیبایی انتقال قدرت داره تغییر پیدا میکنه و مردم الان خواستار اینن که وزرای مال دولت قبل نباشن، داره این نخست وزیر و رئیس جمهور موقت به این رسیدگی میکنن و من به آینده تونس خوشبینم. و آقای راشد قنوشی رهبر حزب نهضتم که در لندن است و بندم از نزدیک میشناسم، ایشون هم دیگه رو به قبله ولایت فقیه نماز نمیخونه، ایشون تبدیل شده به یه اردوغان تو اون مایه ها هست. پایگاه اجتماعیش هم در تونس خیلی کوچکتر از پایگاه سکولار است. بنابراین آقای جوادی آملی و امثال هم علم الهدا هم ایشون گفتن بله اینا خیالش جمع باشه، افتضاحی که در ایران پیش آمده در تونس و جاهای دیگه اتفاق نمیفته. آقای بن علی اولین کسی بود به آقای احمدی نژاد تبریک. بله بله. و دعوت هم شده بود چند بارم آقای احمدی نژاد دعوتش کرده بود، بله. خودش نیومده بود ایران. واقعا شباهتی هست بین اون چیزی در تونس هست و انقلاب اسلامی یا اون چیزی که آقای احمدی نژاد هم گفته؟ بله، اون چیزی که در تونس گذشته به هیچ وجه شباهتی به انقلاب اسلامی سال 57 ایران که نداره. و منم اگر اجازه بدین به نظرم صرف نظر از اختلافات بنیانی دو کشور، حال تونس 1/10 ایران جمعیت داره، درآمد سرانش 10,000 دلار، مال ما به سختی 4,000 دلاره نسبتا کشور اروپایی، صرف نظر از این اختلافات به نظر من داخل حرکت که شد 5 تا نکته رو میشه دید که با آنچه که در ایران میگذره اختلاف داره. 1، در اونجا ارتش به مردم پیوست، ارتش با آقای بن علی پشت کرد، این نقطه کیشمات همه این دیکتاتور است. در ایران سپاه که ماشین سرکوبه هنوز به مردم نپیوسته، یه پروسه‌ای داره طی میشه. در اونجا دوم طبقات فرودست اول حرکت کردن، بعد طبقات متوسط و نخبگان پیوستن. در ایران طبقات متوسط و نخبگان حرکت کردن اما هنوز آنچنان که باید شد طبقات فرودست نه. الان میگید الان من دارم یه مقایسه سری میکنم. در تونس اون اتحادیه کارگری سراسریشون مثل یه تشکیلات عمل کرد، در ایران چون یک کمی طولانی شد حکومت
تمام تشکیلات های دانشجویی زنان اینا رو به شدت قلقم کرده، سرکوب کرده، زندان کرده، برای اینکه لذا لازمه که تشکیلات جایگزین شکل بگیره. در تونس رسانه ها همجور که دکتر نوری‌زاده گفته 3.5 میلیون کاربر اینترنت از 10 میلیون جمعیت، جووناش کار کردن، 400 تا فرستنده ماهواره‌ای عربی خبرها رو رسوند. در جنبش ایران بچه‌ها 14 میلیون کاربر اینترنت خیلی خوب خبررسانی کردن، اما ما به لحاظ ماهواره اینا ضعف داشتیم. حکومت هم به شدت فرستنده های ماهواره رو سعی کرد پارازیت بکنه. هنوز هم این مشکل هست که بچه‌ها دارن سعی می‌کنن اطلاع رسانی فرق. نکته آخر به نظر من در تونس کسی نمی‌خواست رژیم رو عوض کنه. بله. این یکم آسان‌تره. یه شخص بن علی و خاندان فاسدش که مردم چیز داشته بودن. رژیم یعنی چی؟ جمهوریت؟ بله، یعنی که جمهوریت چون اتفاقا قوانین خیلی خوبی داره. بیشترش از فرانسه کپی کردن. هم قانون است. اما در ایران جنبش یک طیف بزرگی است که از کسایی که میگن چارچوب قانون اساسی بماند و نمیدونم اینا هست توش. بله. تا مثل بنده که میگم کل قانون اساسی و رژیم بره. لذا و به هم دلیلم جنبش در واقع پلورالیستیک حرکت کرد. اما من اینم عرض کنم به دوستان جوانمون که من دیدم خیلی روزا می نویسن خیلی کوتاه بفهمم، ما در میانه یک حرکت، یعنی شما دارید میگین در تونس تونس و در ایران هم میتونه، به خاطر همش در ایران میتونه میتونه من در مسیرم هستم، یعنی منظور شما این میتواند در مسیر. آقای نوری‌زاده که ببینید در عفو عمومی اعلام میکنه در دولت انتقالی، در ایران فشارها داره بیشتر میشه، جعفر پناهی باز وقت ما بسیار کم، آقای رسول بوداقی معلم ایرانی دیدم زنده. آقای چالنگی یه نکته رو من بهتون بگم، این دروغگویان برداشتن نوشتن در تونس مردم خواستار قطع رابطه با آمریکا شدن. شما در کل این تظاهرات اصلا شعار مرگ بر نشنیدید، حتی مرگ بر بن علی نگفتن، فقط گفتن اذهب برو، برو بن علی بره، بن علی بره، مرگ بر نداشتیم. و بسیار هم روابطشون خوبه با امریکا، با همه جا، و متاسفانه در اونجا برخلاف انقلاب جهان شمول اسلامی ما، روز سوم روی بام مدرسه شون کسی رو تیربارون نکردن، بعدم نکردن، چند تا ترور شده و ترورا ببینید مردم خشمگینن. یکی از برادر زنای بن علی رو رفتن اون اومده خونش بیرون مسلسل کشته زدن کشتن. آقای نوری‌زاده الان داریم به پایان میرسیم، آیا لبنان این داستان عربستان اومده بیرون به کجا داریم؟ من بسیار نگران لبنانم. فتنه ولایت فقیه در لبنان، آقای حسن نصرالله میگوید من جزو حزب ولایت فقیه هم، فتنه ولایت فقیه داره لبنان رو از اون چشمندازی که حریری، رفیق حریری ترسیم کرده بود و بعد از اون، بعد از همه مصائب پسرش اومد و یک آشتی ملی رو راه انداختن، متاسفانه حزب الله داره میبره بیرون. لبنان میره به سوی یک درگیری خیلی خطرناک. اگر سعودی‌ها دستشونو بشورن، قطر و ترکیه هم بیان بیرون، یعنی لبنانی‌ها رو به حال خود رها کردن به ظاهر، اما نه، یک حریف قدرتمند اونجا به نام سوریه و جمهوری اسلامی است که می‌خواهند لبنان رو تسخیر کنن و این به نظر من میکشونه به رویارویی و اسرائیل ساکت نخواهد نشست. خیلی من نگران لبنان. آقای سازگاری یک نکته دیگه از شما در مورد تونس. من فقط اینو حیفم میاد نگم که این آقای راشد الغنوشی که حالا فکر میکنم مثلا حزب اسلامگرایش امروز هم اعلام کردن دیروز آزاده، همه احزاب آزادن، همه زندانیان سیاسی رو آزاد کردن، یک چیزی ایشون الان به لحاظ فکری من نگاه میکنم در حدود مرحوم از بازرگان که سالگردش هم هستش هست و همونجوری که دکتر یزدی گرفتن کردن زندان، این آقای راشد الغنوشی اگه ایران بود میکردنش زندان، حتما الان زندان بود بنده خدا. و در حالی که خب یکی از احزابی است که در اونجا هستش، تصویرش هم دیدیم اینجا. من راجع به زندان ها، آقای چالنگی فرمودید یک نگرانی، اینم بچه‌ها از زندان منتقل کردن، زندان قزلحصار، زندان رجای شهر کرج بسیار سرده، شوفاش ها خرابه و بچه ها آنفولانزای خوکی شایع شده، وضعیت زندان ها بسیار بسیار بده، 15,000 تا مثلا زندانی قبل از پارسال رسیده به 22,000 نفر در مجموع تهران. بنابراین داستان ماشین اعدام هر 8 ساعت از اول ژانویه تا الان حساب کردن در ایران هر 8 ساعت یک نفر اعدام شده. چرا؟ های نویسن
چرا داره؟ به خاطر اینکه ما رژیمی داریم که فقط با ارعاب با کشتار میخواد به مردم نشون بده نه. که من آمادگی کشتن دارم نه. و این رژیم نمیدونه قبل از این رژیم هم رژیم های بودن که این روش رو پیشه کردن، اما آن کس که آخر سرش بالای دار رفته رئیس اون رژیم بوده و این رو باید ما مطمئنن بدونیم این خونها عاقبت به خیری برای رژیم نخواهد آورد. در واقع پراکتیس رژیم ها وقتی دچار زوال و دورنمای سقوط میشن قدرت نماییشون رو با خشونت و کشتن نشون میدن، برای اینکه هم به خودشون بگن ما هنوز در قدرتیم هم به مردم بگن این به اصطلاح پراکتیس قدرت کردن. به قول آقای فوکو مدلای مثل چین هست میگن ادامه پیدا. ببینید من چین فرق میکنه آقای چولنگی، چین در چین آدما رو به خاطر فعالیت سیاسی نمیکشنشون. خب سپاسگزار هستیم، امیدواریم اقامت خوبی داشته باشین آقای نوریزاده به همراه آقای جمال بزرگزاده که میهمان شما همه ما و آقای سازگار هست. بله. با سپاس از شما آقای سازگارای عزیز به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم. با آرزوی فردایی بهتر با برآمدن آفتاب از فراز البرز و تابشان بر فلات ایران زمین دلهایتان شاد باد.